هموطنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی، سلام و درود بر شما. خوشحالم که امروز در برنامه تیک تاک در خدمت شما هستم تا با همدیگه وضعیت سیاسی میهنمون رو مورد بررسی و گفتگو قرار بدیم. توجه شما رو به برنامه امروز تیک تاک جلب میکنم. روز چهارشنبه هفته گذشته آخوند روحانی در جلسه هیئت دولت با اعتراف به اینکه دولت و نظام در حال تعطیلی هست، باند رقیب و اقدامات این باند رو که به گفته او باعث این تعطیلی شده مورد حمله قرار داد و تهدید کرد که این طور اقدامات به ضررتون تموم میشه و روزی خواهم گفت که چه کسی کشور رو تعطیل کرده. این حرف که از یک طرف اعتراف صریح به تعطیل نظام هست و از طرف دیگه انگشت اتهام رو به طرف ولی فقیه و باندش نشانه رفته، چیزی نیست که باند خامنه‌ای بتونه اون رو فرو بخوره. بنابراین با فاشگویی مضاعف نسبت به عملکرد دولت روحانی، توپ تعطیلی نظام رو به زمین دولت روحانی انداخته. متقابلا باندهای همسو با روحانی هم در صدد پاسخگویی بر اومدن و به اصطلاح به پاسخگویی پرداختن و اونها هم به نوبه خودشون مواردی از باند رقیب رو به رخشون کشیدن. این تک و پاتک ها یک بار دیگه بحران درونی رژیم رو به اوج خودش رسونده. گزارشی داریم در این باره. آخوند ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ارتجاء، در حمله شدید به روحانی او را شعبده باز خوانده و گفت صحبت‌های رئیس جمهور و معاون اول وی در رابطه با تایید این لوایح توسط رهبر انقلاب از مصادیق تشویش اذهان عمومی است و خلاف قانون اساسی و توهین به دستگاه‌هایی است که جایگاه قانونی دارد و این آقایان باید به خاطر اظهاراتشان در این باره پاسخگو باشند. این گونه نمی شود آقای رئیس جمهوری چون رئیس قوه است و زور دارد بخواهد با ادبیات دیکتاتور معاونه دستگاه های دیگر را مرعوب کند که آنها نظر رئیس جمهور را تامین کنند. حتی از رهبری هم هزینه می کنند و نسبت دروغ به رهبری می دهند تا افکار عمومی را در این زمینه با خود همراه کنند. این کار باعث می شود تا مردم نسبت به مسئولین بی اعتماد شوند. من معتقدم این آقایان مملکت را قفل کردند. قفل شدن مملکت نتیجه کار یک عزیز شعبده باز است که آمد کلید را به مردم نشان داد، اما زیر دستمال شعبده بازی خود قفل را مخفی کرده بود و با کار خود مملکت را قفل کرد. روزنامه های باند ولی فقیه پس از چند روز تعطیلی امروز در اولین فرصتی که پیدا کرده اند روحانی و این حرفش را زیر آتش گرفتند. رسالت 8 آبان، ارگان باند مؤتلفه، در مقاله‌ای با عنوان آیا مملکت تعطیل است؟ با بیان اینکه از دیدگاه رئیس قوای اجرایی کشور مملکت تعطیل است، گناه آن را به گردن خود روحانی و دولت او انداخته و می‌نویسد: اگر جایی کار تعطیل است، به دلیل بی‌تدبیری شخص رئیس جمهور و برخی اعضای دولت است. اگر جایی کار تعطیل است، برای آنکه امید به کت خدا دارند و از خدا و یاری ملت بریدند. این روزنامه حکومتی سپس خاطر نشان می کند رئیس دولت از اول فکر می کرد کلید در دست او و گاهی در جیب اوست. در هر قفلی که انداخت آن در نه تنها باز نشد بلکه قفلتر شد. رسالت پس از اشاره به کارنامه سراسر شکست روحانی و پوچ در آمدن وعده های او، از پیامدهای اعتراف روحانی ابراز وحشت کرده و می نویسد این سخن ناروا همچون هیزمی است برای تنور فتنه های جدید. فقط به درد سرویس های امنیتی دشمن در تدارک این فتنه می خورد. آنهایی که دکور امنیت و آرامش را در لبنان و عراق به هم ریختند، اکنون در تدارک آن در ایران هستند. این حرف به درد آنها می‌خورد که می‌خواهند مملکت را تعطیل کنند. روزنامه حکومتی فرهیختگان که در تیول علی اکبر ولایتی است، با بیان اینکه پاسخ به این سوال که چه کسی کشور را تعطیل کرد و آن قدر هم سخت نیست، شاید بد نباشد جناب روحانی هم قدری دقیق‌تر به دور و برش بنگرد، می‌نویسد
روحانی به جای اینکه گزارش دهد که در اقتصاد چه کرده، تورم کجاست، نقدینگی چه شد، اقتصاد بدون نفت به چه سرانجامی رسید، اولا به توسعه یک شکاف سیاسی دامن میزند و ثانیا همچنان بر همان ریل وصل پینه مشکلات کشور از مسیر سیاست خارجی است و ظاهرا همچنان بنایی برای بازگشت از مسیری که 6 سال تجربه کرده و نتیجه‌ای نگرفته ندارد. متقابلا روزنامه ایران 8 آبان، ارگان دولت روحانی، حرف شماری از ایادی و رسانه‌های باند خامنه‌ای را که روحانی و لاریجانی را دیکتاتور نامیده و روحانی را به عنوان شعبده باز مورد تمسخر قرار دادند، اشاره کرده و می‌نویسد معاون اول رئیس جمهوری گفته بود که رهبری لوایح یاد شده را تایید کردند. حالا معلوم نیست کجای این خبر ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی به آقای زلنوری و حتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد که آنها از در تکذیب درآمده و نماینده مجلس در قامت قاضی دادگاه حکم به تشویش اذهان عمومی و توهین به دستگاه‌های قانونی کشور دادند. آقای جهانگیری هیچ موضوعی را به مجمع یا نهاد دیگری نسبت ندادند که توهینی در آن مستتر باشد. دفتر رهبر انقلاب هم تا کنون هیچ واکنشی به خبر معاون اول رئیس جمهوری نداشتند. همونطور که در این گزارش هم دیدیم، بحران‌ها از هر طرف رژیم رو فرا گرفته، از شعله‌ور شدن قیام در عراق و لبنان تا طغیان بحران‌ها در رژیم و اینکه ایادی و سردمداران حکومت در واکنش به این وضعیت همدیگر مورد سنگین‌ترین حملات قرار داده بودند. خامنه ای طی تقریبا 2 هفته که ساکت بود و حرف نمی زد، امروز به بهانه شرکت در مراسم تحلیف دانشکده های افسری ارتش بالاخره به صحنه اومد و به برخی از مسائل مبتلا به رژیم اشاره کرد. ما گفتگوی امروز خودمون با احمد گلفشار رو به همون موضوع اختصاص دادیم که تا لحظات دیگر با اون می پردازیم. خیلی تشکر میکنم از حضورتون در گفتگوی امروزمون. سلام دارم خدمت شما و سلام خدمت هم میهنان عزیز. اول میخواستم سوال کنم که حرف اصلی خامنه ای تو صحبتهای امروزش چی بود؟ صحبتهای امروز خامنه ای حاوی نکات بسیار مهمی بود که قسمت اهم نکات زیادی داشت، ولی اون محور بندی بکنیم اگر نکات مهمشو، یکی در مورد وضعیت بحرانی رژیم به طور بی سابقه ای روی این موضوع انگوش گذاشت، طوری که تا به حال به این وضعیت در صحبتاش اینجوری اشاره نمی کرد که مثلا بیاد بگه تخریب محاسباتی دشمن و تأثیری که سر تا پای رژیم از این موضوع می پذیره که حالا در ادامه توضیح می دم که مثلا موضوع اصلا بحثیه. بله. خب در یک کلام اگر بخوام بگیم، از فرسایش و ریزش و بریدگی در تمام بدن این نظام بیانگر این صحبته. و در قسمت بعدی هم نکاتی که مثلا شما توجه کنید، الان یک سری مسائلی در درون رژیم، موضوع جنگ و دعوای باند هاست که خب طبعا به عنوان بالاترین مقامه این رژیم قرون وسطایی این باید بیاد موضع بگیره، ولی اصلا روی اینا وارد نشد. مثلا چی؟ مثلا FATF، همین صحبتی که جهانگیری کرده، الان یک موضوع بسیار حادی در درون رژیم تبدیل شده در دعواهای باندیشون. بله. حاد خیلی موضوع حادی. مذاکره است که دارن این بر اونور هست گوشهاشو بیرون میدن و باز حول و حوش اون دعوای، همین دعوای مربوط به وضعیت خفگی اقتصادی رژیمه که اینجوری به جون هم دیگه انداخته اینا رو. نکته بعدی که باید بهش اشاره کرد، ابراز نگرانیشون سر موضوع قیام‌های عراق و لبنان که اینا به عنوان عمق استراتژیک از اونها همیشه یاد می‌کرده و وقتی که اونجا اوضاع احوال به هم می‌ریزه طبعاً روی خود وضعیت داخلی رژیم هم تأثیر گذاره و به روحی باختگی و یأس و ناامیدی از وضعیت آینده رژیم در درون خود باندهای رژیم و بدن رژیم بسیار بسیار تأثیر میذاره. مثلا تو همین رابطه
در رابطه با این قیام ها خودش گفته که دشمن به دنبال برهم زدن ساختارهای قانونی و ایجاد خلأ در این کشورها هست ده. چیزی که الان ایجاد شده در این کشورها. نکته بعدی نگرانی از آینده رژیمه که به طرز بسیار بسیار حیرت آوری باید گفت از بی آیندگی و وضعیت آینده رژیم صحبت میکنه. اگه شما توجه بکنید تو این صحبت ها یک جایی میگه دشمنان چنین فکرهایی درباره ایران هم داشتن و اینو داره به کی میگه؟ داره خطاب به نیروهای نظامی رژیم میگه، یعنی کسانی که قرار این رژیم رو سرپا نگه دارن با ارگان با ابزار سرکوب. یا میگه همه آحاد ملت به ویژه نیروهای مسلح باید احساس تکلیف کنن و مراقب باشن. مراقب چی باید باشن؟ خیلی واضحه وقتی میگه باید اینو احساس مسئولیت کنن مراقب باشن، مراقب اوضاع احوال مثلا اعتراضات و قیام ها در ایران باید باشن. بله که این چیزایی بود. یا مثلا اینکه گفته از حرکات دشمن نباید چشم برداشت، باید دائم مراقب حرکات دشمن بود. و همونطوری که گفتم این مثلا در جای دیگه میگه نیروهای مسلح باید مراقب فتنه باشند و آرایش و آمادگی های لازم را برای مقابله با فتنه داشته باشند. که خب اصلا نیاز به توضیح و تفسیر نداره. بله همونطوری که الان خدمتتون عرض کردم بله. این نیروها قرار رژیم رو سرپا نگردن وقتی خودشون در چنین وضعیتی هستن که اونجا میگه تخریب محاسباتی دشمن داره روشون تاثیر گذاشته و روحی باختگیشون اینا رو داره میگه. حالا اینجا هم داره این موضوع رو برجسته میکنه که به نظر من این صحبت های خامنه ای بیان ورود به یک مدار جدید در دوران سرنگونی از وضعیت این رژیمه. یعنی به عبارت دیگه اون چیزی که الان خامنه ای اومده داره در صحبتاش در به طور علنی میگه این نوک کوه یخه. اون چیزی که در عالم واقع در درون رژیم جریان داره از همون چیزایی که این دور ازش به اصطلاح ترس و واهمش ابراز میکنه، یعنی همون ریزش و بریدگی و وضعیت آشفته رژیم داره بیان میکنه. خب این تازه نوک این کوه یخه. در درونشون ببینید دیگه چه قوقایی برپاست. حالا خامنه‌ای چند بار تو صحبتاش از تخریب محاسباتی دشمن حرف زد، من این حرفش چی هست؟ به چی اشاره داره؟ ببینید تخریب محاسباتی که این داره صحبت میکنه یعنی اینکه بیان خیلی واضح و صریح که این در قالب یک سری کلمات اینو پوشونده. این به معنی یأس سرخوردگی در تمامیت این رژیمه که اصلا به طور واضح میگه مسئولان و اون کسانی که تئوریسین های این رژیمه و بعدش هم از ملت صحبت میکنه که ملت در فرهنگ لغت آخوندها و تمام دیکتاتوریون همون نیروهای ریزشی خودشون سرکوبگر خودشون که بدنه رژیم تشکیل میدن. بله این داره بیان این وضعیت رو میگه، یعنی میگه اینا تخریب رسلا دشمن روی اینها تأثیر گذاشته، یعنی اینا رو از اون چیزی که تصوراتشون در مورد اقتدار همون چیزی که همیشه این صحبت میکرده نه همواره میومدن از اقتدار نظام از پیروزی هاشون و از این حرف ها صحبت میکردن. بله الان که داره این وضعیت رو بیان میکنه و خیلی واضحه که داره وضعیت دستگاه درونی این رژیم در نقطه ایه که این مجبور شده بیاد برای روحیه دادن و برای زنگ خطر به صدا در آوردن در درون رژیم این حرفا رو میزنه. مثلا توجه بکنید این قبلا هم خب مثلا تو تاریخ دهم مهر ماه در صحبت هایی که با همین سرکردگان سپاه کرده بود اونجا میگه ریزش در همه جا هست و سپاه هم از این مستثنا نیست. یا جای دیگه در 21 مهر ماه بود که در این مراسم سردوشی دادن به این پاسداران هم گفته بود بله. نگذارید فکر را عوض کنند، نگذارید انگیزه ها را ضعیف کنند، نگذارید قدرت درونی ایمان و همت عالی شما را دشمن با ترفندهای خودش از بین ببره. که خب اینو داره به کی میگه؟ به نیروهای سرکوبگر خودش میگه بله. که میخوان این نظام رو سرپا نگه دارن. در نتیجه خب این
تخریب محاسباتی که داریم ازش صحبت میکنه همون بیان ریزش، سرخوردگی و ناامیدی در درون خود نیروهای رژیم. بله، حالا خامنه‌ای تو صحبتاش در رابطه با عراق و لبنان هم نکاتی گفت، مثلا گفتش که اولویت اول مسئولان این کشورها عراق و لبنان باید مثلا حل مسئله امنیت باشه یا مردمش باید خواسته هاشون رو از طریق قانونی پیگیری کنن. منظورش از این حرفا چیه؟ ببینید، خامنه یک بار دیگه اون چهره کریه خودشون در ارتباط با مردم کشورهای عراق و لبنان نشون میده. بله. یعنی وقتی که از بحث ناامنی صحبت میکنه داره به طور مشخص تکلیف، همون که گفته بود تکلیف مشخص مونده، تکلیف داره برای نیروهای برون مرزی خودش، منظور برون مرزی خودش، مثل امثال مالکی و هادی آمری و فال فیاض رئیس هشت شعبی و اینا، این داره چیکار میکنه؟ داره برای اینو تکلیف مشخص میکنه. یا از اون طرف برای حزب الله در لبنان. بله. که داره میگه ناامنی علاج ناامنی، علاج ناامنی یعنی سرکوب، اون چیزی که این داره میگه. علیرغم اینکه مردم این کشورها الان با قدرت در برابر ایادی رژیم ایستادن در این کشورها، چه در عراق و چه در لبنان، همونطور که شاهدیم مثلا در اصلی ترین پایگاه های شیعه در عراق مثلا مثل کربلا، خب الان شاهدیم که مردم قهرمان عراق چجوری در برابر مزدوران رژیم ایستادن و دارن مثل کشته میشن ولی کوتاه نیومدن. خب این یک طرف قضیه است. یک طرف هم که خب این داره خطو میده که علاج ناامنی یعنی همون سرکوب هرچه بیشتر. مثلا اونجا هم که از مطالبات به حق مردم داره صحبت میکنه، خب این دیگه داره فرار به جلو میکنه. یعنی داره یک سری چیزهایی میپذیره ولی میخواد که اونها در کادر قانونی باشن، که انگار مثلا مردم عراق الان وایسادن که این بیاد این حرفا رو بزنه بعد برن به حرفای خامنه‌ای گوش بدن. که مثلا میگه بدانن، به مردم میگه، اما باید بدانن مطالبات به حق آنها فقط در چارچوب ساختارهای قانونی قابل تأمین است. که البته این حرف بسیار بسیار مزخرفی که این آخوند دجال داره میگه. همونطوری گفتم مردم عراق وای نسدن یا در لبنان که این بیاد این حرفا رو بزنه بعد برن به این حرفا گوش بدن. ولی اون چیزی که این داره میگه، میگه در کادر همین رژیم ها بایستی خواسته هاشون رو بهتر کنن، در صورتی که قیام ها الان توجه بکنید خواستار برکناری تمام این، یعنی سرنگونی تمام این دولت هایی که الان سر کارن به دلیل فساد، به دلیل ظلم و ستمی که داره برمعلوم میشه و حاکمیت آخوندها از طریق عواملشون در این کشورها هستش. درسته. شما تو پاسخ به سوال اول گفتید که رژیم وارد مرحله جدیدی شده، ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدید منظورتون چیه؟ ببینید، مرحله جدید یعنی این از بیانات، از صحبت های خود خامنه ای دارم میگم، این ابراز وحشت به این شکل که خامنه ای اومده تو صحنه. بله. همونطوری که خدمتتون عرض کردم از مسئولان و تئوریسین ها و بدنه رژیم داره میگه تخریب محاسباتی دشمن رو داره میگه. بله. خب این یک بیان جدیدیه از وضعیت رژیم. همونطور که عرض کردم خدمتون، این نوک کوه یخه که این داره اینو میگه. به خاطر همین من به نظر من وضعیت در درون رژیم به قدری آشفته است، به قدری اینو در جنگ و جدال های درونی خودشون هستن و وضعیت جامعه بین المللی، اینو در سطح جامعه بین المللی از انزوا گرفته که در یک انزوای بی سابقه به سر میبرن. اون دیگه دسته که قبلا میومد در دوران مماشات اینا میتونستن با اون حربه ها بیان در صحنه و عوام فریبی بکنن و کارشون رو پیش ببرن، اون دوران دیگه الان گذشته. بله. به طور به اصطلاح کامل، حالا در جاهایی نه اینکه نباشه، ولی دیگه سیاست غالب اون سیاست مماشات حداقل نیست در این نقطه. به همین دلیل خب رژیم در خفگی اقتصادی، در انزوا، همونطور شما میدونید یکی از ستونهای نگهدارنده این رژیم صدور ارتجاع بودش، اون چیزی که ما از اول میگفتیم. بله. خب اون داره در عراق فرو میریزه،
همونطوری که شاهدیم بله. در عراق دیگه اون هیمنه‌ای که اینا گسترده بودن چه در عراق چه در مثلا جنوب لبنان اون حزب حسن نصرالله و حزب الله و اینا اینا خب هیمنه اونجا تحت عنوان شیعه داشتن اینا دیگه برطرف شده یعنی دیگه گذشته بله. اون دوران خب اینا دارن وضعیت خودشونو وقتی بیان میکنن مثلا از قیام اینجوری در عراق مثلا این عمق استراتژیکشون بوده در قدم بعد خودشون میگفتن که دیگه بایستی بیان در تهران و شیراز و اصفهان و مشهد خط ببندن جلو مردم ایران بله. در نتیجه تمام اینا خلاصه میشه در ترس و وحشت اینا از سرنگونی و قیام به خاطر همین هم کسش که میاد به نیروهای مسلحش میگه نیروهای مسلح باید مراقب باشن و آرایش و آمادگی لازم را برای مقابله با فتنه داشته باشن فتنه هم در فرهنگ اینا یعنی همون قیام مردم بله. که در انتظار آخوندها نشستن بله. خیلی خیلی متشکرم از شرکتتون در این برنامه و توضیحاتتون و اما یک نکته پایانی این روزا علاوه بر لبنان مردم عراق هم با قیامشون به شدت دارن فرش رو از زیر پای آخوندها میکشن یکی از پیامدهای جدی این وضعیت دلهوره و ترس و وارفتگی بیشتر پاسدارا و بسیجیای نظامه به خصوص وقتی صحنه های آتشین قیام و سرنوشت مزدوران کیفر پیدا کرده خامنه ای به دست مردم عراق رو میبینن دچار این حراس میشن که به زودی همین صحنه ها در شهرهای ایران هم تکرار بشه به همین خاطر تلویزیون رژیم برای اینکه مقداری از شدت ترس و وحشت پاسدارا و بسیجی ها کم کنه از پایه انفجار اجتماعی علیه رژیم و مزدورانش در عراق رو رد میکنه و میگه اصلا خبری نیست بازگشت آرامش به عراق منابع خبری میگویند پس از تجمعات دیروز در برخی شهرهای عراق و همچنین بغداد اوضاع آرام شده است اما همون موقع که مجری از آرامش در عراق صحبت میکرد این صحنه های کاملا آرام در عراق داشت اتفاق میافتاد بله این هم بازگشت آرامش به عراق تا فردا خدا نگهدار